خیلی ممنون آقای دکتر. آقای دکتر سفر بود این هفته پیش، ما توفیق نداشتیم با شما صحبت کنیم. کم سعادتی بنده بود، ولی بله سفر بودم و سفر بسیار بهجت اثری بود. اروپا؟ بله رفته بودم اروپا. دو سال پیش حدوداً آقای اردشیر زاهدی تصمیم گرفتن که مجموعه اسنادشون رو به دانشگاه استنفورد اهدا کنن. و با اینکه واقعا مجموعه به غایت نفیسی، حالا در موردش صحبت خواهم کرد، هیچ گونه چشم داشتی نداشتن حتی از اینکه از فرصت مالیاتی هم استفاده کنن، تصمیم گرفتن استفاده نکنن. گفتن من در آمریکا مالی ندارم، در آمریکا زندگی نمی‌کنم و نمی‌خوام اصلا از فرصت مالی هم، از فرصت مالیاتیش هم به هر حال دانشگاه میتونه تایید بکنه که یه چنین مجموعه بسیار نفیسی. به هر حال من با رئیس کتابخونه، یعنی رئیس آرشیو کتابخونه رفتیم به مونترو و جمعه پیش 94 جعبه کتاب اسناد که واقعا تقریبا میتونم به ذرس قاطع بگم شاید 80 جعبهش اسنادی است که تا به حال هیچ جا دیده نشده و اسناد بسیار بسیار مهمی هستن در مورد روابط ایران و آمریکا در دهه آخر دوران سلطنت شاه. ما اینها رو بسته‌بندی کردیم که شرکتی است که کارش در واقع نقل و انتقال اسناد نفیسه و اونها در راه استنفوردن. الان فکر میکنم تا یکی دو هفته دیگه برسن اینجا و به محض اینکه برسن ما کار رو برای تنظیم اونها و ارائه اونها برای استفاده از محققون و علاقمندان شروع خواهیم کرد. یه دو سه ببخشید اینها یک تا بینندگان ما میتونن استفاده کنن. والا در یک مقطعی ما امیدوارم که این مقطع خیلی زود فرا برسه، ولی اون یه مسئله فنیش هست یه مقداری. ما در یک مقطعی امیدواریم که بخش مهمی از اینها رو بذاریم توی اینترنت که هر کسی از هر جای دنیا بتونه، ولی اینکه واقعا مثلا 2000-3000 صفحه از این اسناد گزارش های بقایت محرمانه هستن که آقای زاهدی با دست می نوشته، برای اینکه حتی نمیخواسته منشی خودش که بهش هم اعتماد کامل داشته از مضمون اونها خبردار بشه. اینها رو میذاشتن در یک صندوقی که دو کلید داشت این صندوق، یکیش دست شاه بود در تهران، یکیش دست آقای زاهدی بود در واشنگتن. صندوق رو میبستن دست کسی که میرفت به ایران، شاه صندوق رو باز میکرد، گزارش رو میخوند، در حاشیه جوابها رو مینوشت، تو همون صندوق برمیگشت. و نکات بسیار بسیار مهمی هم از روحیات شاه، هم از نوع گزارشاتی که دریافت میکرد، هم از صراحتی که زاهدی و شاه داشتن در بعضی از صحبتاشون، هم از جنبه‌هایی از سیاست آمریکا و ایران، تنش‌هایی که بین شاه مثلا و ایران وجود داشت تو این اسناد هست. ما امیدمون این است که اینا رو بتونیم برای یک فاصله کوتاهی به شکل دیجیتالایز بذاریم در اختیار همه. یه سه جعبه حداقل عکس است، عکسای آقای زاهدی است، واقعا با لطف تمام همه عکساشون هم به ما دادن، به غیر از عکسای خانوادگیشون، عکسای دوستاشون، عکسایی که در اتاق نشیمن و اتاق کارشون هست، عکسایی که در این مخزن بود همه رو گفتن ببرید. و اون عکسا خودش چندین کتاب عکسای نادر نفیس از اونها امیدواریم ما بتونیم در بیاریم. یعنی از 12 سال پیش که من اول بار از وجود این مجموعه خبردار شدم تا چند سال پیش که آقای زاهدی از سر لطف گفتن که من اینها رو به استنفورد خواهم داد، تا 2 سال پیش که فرم قانونی انتقالش رو امضا کردن، تا جمعه پیش که بالاخره اینها رو ما همه رو با موافقت ایشون و لطف ایشون آوردیم، برای من یکی از فکر میکنم مهمترین مجموعه هایی است که در استنفورد الان وجود داره. و به ذرس قاطع میتونم بگم بعد از آمدن این مجموعه در اینجا و بعد از اینکه در اختیار محققین قرار بگیره،
دیگه نمیشه در مورد روابط ایران و آمریکا در دهه آخر دوران شاه تحقیق جدی کرد بدون اینکه این اسناد رو دید. و اینکه هم گزارش های خود سفارت بسیار بسیار جالبه، گزارش های شرف ارزی زاهدی که گفتم با دست می نوشت و حواشی شاه که اون هم با دست جواب می داد. من یکی دوتا از این گزارش ها رو به تفصیل در کتاب نگاه به شاه آوردم. واسه این یک برای من یکی از بهترین روزهای این 14-15 سالی است که من در استنفورد بودم. این روز بسیار مهمی بود برای اینکه این مجموعه آمد و میمونه اینجا برای بقیه محققین در سالهای آینده. واقعا بهشت اثر بوده، خیلی خیلی واقعا من اصلا میگم انقدر من خوشحال هستم از اینکه تونستیم این کار رو بکنیم. البته این به خاطر حسن نظر آقای زاهدی که هم به من لطف کردن و هم به دانشگاه استنفورد. ما امیدمون این هست که در چند ماه آینده یک کنفرانسی در مورد این مجموعه در اینجا برگزار بکنیم، ولی فقط در صورت این کار رو خواهیم کرد که بتونیم خود آقای زاهدی هم دعوت کنیم که بیاد در مورد این مجموعهش اینجا صحبت بکنیم. و قضاوت هم در مورد اردشیر زاهدی به گمان من بعد از این بایستی در گروه مشاهده این اسناد باشه، یعنی کسانی که قضاوت هایی میکنن بر اساس اونچه که مثلا در دوران 28 مرداد از اردشیر زاهدی شنیده بودن یا گمان داشتن، یا کسانی که در سالهای بعد، یا کسانی که در نتیجه این خزعبلات جمهوری اسلامی در هویت و در اسنادش میگه. هر کی بخواد قضاوت بکنه به گمان من قضاوت دقیق بکنه باید این اسناد رو بخونه و ببینه که چه نوع گزارش هایی اون می نوشت، چه جواب های شاه می داد، رابطه این دوتا چگونه بود، و بعد روابطی که زاهدی با دیگران داشت. یعنی واقعا شبکه‌ای که زاهدی اینجا در آمریکا ایجاد کرده بود، ما همه به خصوص مخالفین فقط در مورد این که مثلا این با الیزابت تیلر رابطه داشته خبر داشتن، با خانم اوناسیس رابطه داشته خبر داشتن، یا نمیدونم جواهر توی شمپین سرو میکرده، این نوع صحبت ها رو همه شنیده بودن. ولی اینکه این چه ارتباطات عمیقی مثلا با سناتورا داشته، نامه هایی که بین اینها هست و همه معید نوع اطلاعی بود که اونا بهش میدادن و نوع روابطی که اینا او با اینها داشته، همه به گمان من ایجاب خواهد کرد که از این به بعد هم روابط ایران آمریکا رو و هم این شخصیت‌های مهمی که درش درگیر هستن بر اساس قضاوتی که مبتنی بر دیدن این اسناد باشه انجام بدیم و نه در خلا و نه در این نوع چه تنگ نظری‌هایی که بعضی ها دارن، چه تنگ نظری‌هایی که بعضی از طرفداران شاه دارن، مخالفین شاه دارن. هر دو به گمان من باید بیان اسناد رو ببینن و ببینن به قول بیحقی پهنای کار از چه قرار. آقای دکتر میلانی، آقای مروتی که رئیس هیئت مدیره رادیوی ما بودن، ایشون همیشه میگفتن که البته جمع میبستن، میگفتن ایرانی ها گوشی هستن، یعنی هر چیزی که میشنون باور میکنن. و به ما مرتب میگفتن، میگفتن هر کس ایراد گرفت از یکی از برنامه ها، برنامه رو حتما بشنوین، به ایشون هم بگیم بشنون، بعد دربارش قضاوت کنیم. خودش هم میرفت برنامه رو میدید، میشنید و بعد میامد نظر میداد. بر صورت آقای دکتر، فکر میکنین که این مجموعه این اسناد بعد از اینکه همه را خوندین، تونستین مطالعه بفرمایین، در روند زندگی نامه شاه تأثیری بگذاره؟ بله، من بخش اعظم اگر نگم من تمام گزارش های شرف ارزی زاهدی به شاه رو من خوندم. من در این 10 سالی که چندین بار به اونجا سفر کردم، آقای زاهدی اینا رو در اختیار من گذاشت و من اینا رو خوندم و در کتاب شاه ازش خیلی استفاده کردم. ولی اسناد دیگری هست که حتما میتونه کمک بکنه. من همه اسناد رو ندیدم، من از مجموعه اسناد اول رفتم اون شرف ارزی های خیلی محرمانه رو نگاه کردم، بعد شرف ارزی های کلی رو نگاه کردم، و
بعد مجموعه اسناد رو نگاه کردم، ولی خیلی گزارش ها هست که مثلا من در کتاب نیاوردم برای اینکه یا فرصت نبود. مثلا یک گزارش خیلی جالبی هست، نامه ایست که زاهدی می نویسه از همین شرف ارزی ها، میگه که من از یه طریقی و طریقش هم میگه، میگه یه کارمند وزارت، کارمند کاخ سفید اومده بود در یکی از این مهمانی ها، یه کمی هم زیاد یه شراب خورد، به من گفت که شما بدونید که ما پیامای محرمانه که از سفارت میفرستی همه رو ما گوش میدیم و کد پیام های رمز شما رو هم شکستیم، و از اون به بعد تصمیم میگیرن که همه ی حرفای مهم رو دیگه از طریق رمز ننویسن و بعضی چیزها رو از طریق رمز بنویسن که میخوان آمریکایی ها بفهمن. و اینکه کیسینجر و نیکسون که دیگه نزدیکترین آدم ها به اصطلاح به شاه بودن، اونها رمز سفارت ایران رو میشکنن و تمام گزارش های محرمانه رو میخونن، حکایت از این ابعاد خیلی واقعا پیچیده و جالب ماجرا داره. از اون برم مثلا گزارشی هست که یک کسی از داخل کاخ سفید میاد به زاهدی میگه که مثلا در قضیه فروش ایواکس این بحثا در کاخ سفید بوده، ولی شما نگران نباشید، نظر کلی اینه که این ایران اینها فروخته بشه. یعنی ظرافت های این روابط، رابطه ای که مثلا زاهدی با سناتورهای مختلف داشت، از سناتور پرسی بگیرید تا سناتورهای محافظه‌کار، خیلی میتونه قوام بده به هر روایتی که تا به حال وجود داشته از روابط ایران و امریکا. برای اینکه میدید سفارت ایران و به خصوص به لحاظ رابطه‌ای که خود زاهدی با شاه داشت، رابطه منحصر به فردی که داشت، واقعا هیچ کس دیگه به نظر من با این صراحت با شاه به غیر از شاید خود ملکه نمیتونست صحبت بکنه، همه اون چیزایی که گزارش دریافت میکرد میفرستاد و اولش خیلی تعظیم و تکریم میکنه و آخرش هم خیلی با احترام یاد میکنه، همچنین که هنوز وقتی در مورد شاه صحبت میکنه همیشه از اعلیحضرت صحبت میکنه، پادشاه صحبت میکنه، حاضر نیست واقعا انتقاد بکنه، حتی جاهایی که آدم احساس میکنه ممکن انتقاد هم داشته باشه حاضر نیست، ولی اونجا حرفا رو گزارش ها رو به صراحت و کامل مینویسه. به وقت شاه هم جوابای خیلی خیلی جالبی میده. های دکتر جوابای شاه خیلی جالبه، اونم با خط خودشون. خیلی جالب، خیلی جالب. اونا واقعا دو سه جنبش هست، یکی اینکه اولا چقدر شاه با دقت اینا رو میخونده، چقدر کلن میخونده گزارش، خطش هم خیلی خوبه، خطش هم خیلی خوبه، گاهی هم یه طنزی داره، یکی دو مورد شعرهای فلبداه گفته، از شعر مثلا حافظ یه کنارش گفته میخواسته جوک بگه به زاهدی، خیلی ابعاد جالبی گوناگونی داره، خیلی جالبه واقعا. ولی من الان چند ساله که با شما در مورد این مجموعه اسناد صحبت کردیم و امید من این بود که یه وقتی بتونیم در مورد آمدنش به استنفورد صحبت بکنیم و خیلی خوشحالم که اول جایی که داریم این صحبت رو میکنیم در برنامه شما هست. خواهش کنم، خیلی ممنون هایی که شما هم باره دستگیر ما بودین. اختیار داریم. آقای دکتر اجازه میدیم من این اگر مطلبتون تموم شده در باره سفرتون حتما این ایمیل ها رو براتون بخونم. خلاصه یکی از این ایمیل ها که یه صفحه کامل نوشتن راجع به آقای فرید برهمن هستن، نوشتن که چرا شما، خلاصش میگم، در گفتگوی با حمله افاقنه به ایران از اونها به عنوان خارجی و کسانی که ایرانی نیستن یاد که در که اونها هم ایرانی بودن میتونست دولتشون پاینده باشه، مثلا سلسله اشرفیه، سلسله محمودیه. خلاصه منظورشون اینست که اینها ایرانی بودن. چرا آقای دکتر؟ حالا بعدا جواب بدین لطفا. یک آقایی به نام صنعتی، میگن صنعتی هستم، میخواستم در ارتباط با ادامه تحصیل در خارج از کشور با آقای دکتر میلانی مشورتی بکنم.
اما متاسفانه آدرس ایمیل ایشان را ندارم یا تلفنی از ایشون ندارم. اگر ایمیل یا شماره واتساپ آقای میلانی را در اختیارم بذارید ممنون میشم. با تشکر فراوان. یک ایمیل دیگه آمده است که از آقای بهبهانی، گفتن که اوامر آقای مهری رو اجرا میکنم و خلاصه مینویسم. خلاصه شون البته خیلی طولانیه. به هر حال میگن دوم این که اگر خواست انگلیس فاتح و آقای آن روز نبود، رضا خان چگونه جرأت داشت شیخ خزر را که از انگلیس مدال داشت و خوزستان را عربستان نامید از صحنه خارج کرده و خوزستان را دوباره به ایران برگرداند. منظورش اینه که خلاصه رضا شاه دست نشانده انگلیس بوده. در برنامه‌ای که با جناب آقای دکتر عباس میلانی داشتید صحبت از بورسیه کردن دانشجویان مستعد ایرانی نمودید. من دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران هستم. معدلم ترم گذشته 18.08 شد که اگر نیاز باشد کارنامه ترم گذشتم را برایتون خواهم فرستاد. ضمناً من از مطالعات جانبی تاریخی، فلسفی و جامعه شناختی نیز به دور نبودم. اینم باید کلی جواب بدین دیگه. بله. بعد عرض کنم که ضمن عرض تشکر بابت برنامه‌های پربارتون به همراه دکتر میلانی و دکتر امینی که به راستی آموزنده و به نوعی برای هر ایرانی واجب است، به مطلبی برخوردم از شخصی به نام مصطفی ملکیان در مورد تاریخ و فرهنگ ایران قبل از اسلام که به نظرم در خور جواب کامل و پروپیمان است. لطفاً قبول زحمت بفرمایید و در یکی از برنامه‌هایتون درخواست کنید که این در این مورد آقای دکتر میلانی صحبت بکنن. مطلب یاد شده را هم برایتون میفرستم، لینکشو. لینکی هم داده حالا. نمی‌دونم. بعد دیگه همین آقای دکتر. راجع به این بورس یک بار برای همیشه صحبت کنیم بدونن. یک بار دیگه صحبت میکنم و من ایمیلمو خدمتتون عرض خواهم کرد، ولی لطفاً به من ایمیل نفرستید. من سعی میکنم همه ایمیلامو جواب بدم، البته حتی گاهی ایمیلایی که مردم میزنن و بعد ویرام میگن من سعی میکنم بگم که خیلی متشکرم ایمیلتون رو دریافت کردم. راهش همینه، تنها راهش همینه. بله، جواب که فخاشی که جواب نداره. بله، ولی به من ایمیل نزنید، باید به اون سایت برید. اون سایت هست isf.org isf.org Iranian Scholarship Foundation.org. اونجا اگه تشبه ببرن دقیقا شرایط بورس رو معین کرد. متاسفانه برای دوره فوق لیسانس ما هنوز بورس نمیدیم، ما فقط برای دوره لیسانس، و بایستی دانشجو واجد این چهار شرط باشه. اگر این چهار شرط داشته باشه قاعدتا شانس بسیار خوبی داره که این بورس رو دریافت کنه. یک، نمرش بالای 3.5 باشه، 3.5 آمریکایی از 4 که مثلا 18.5 که اون دوست ما گفتن، اون بدون شک 3.5 بالاتره، اون نزدیک مثلا 3.8. باید به فرهنگ ایران علاقه داشته باشن، یه کاری در این زمینه نشون بدن که کردن. باید توی دانشگاه 4 ساله آمریکایی پذیرفته شده باشن و بایستی نیاز مالی داشته باشن. این چهار تا رو داشته باشن شانس این که بورس دریافت بکنن بین از $3,000 تا $10,000 در سال برای قابل تمدید بودن تا 4 سال زیاده. این بورس رقابتی است. ما همین چند هفته پیش که جلسه تعیین برندگان امسال داشتیم، خب 50-60 تا متقاضی بودن. از اون 50-60 تا اون 10-12 نفری که واقعا برجسته بودن و همه شرایط رو داشتن،
ما انتخاب کردیم خانم حریری که نقش بسیار مهمی در این ماجرا دارن، ولی تنها نیستن و جامعه ایرانی به طور کلی خیلی کمک کرده که الان ما چیزی نزدیک به مثلا 300-400 هزار دلار امسال داریم بورس میدیم. ولی تاکید خانم حریری همواره این بوده که اگر دانشجوی ما واجد شرایط پیدا کنیم و پول در صندوق نباشه، میریم و پول رو دوباره هر جوری هست از جامعه ایرانی میگیریم. جامعه ایرانی در آمریکا هر روز واقعا به طور قابل تحسینی داره بیشتر و بیشتر متوجه میشه که این نوع بورس ها سرمایه گذاری در آینده ایرانه، سرمایه گذاری در آینده جامعه ایرانی در آمریکاست. ما هر چی بتونیم بهتریناشونو تقویت بکنیم موفق تر میشیم. به همین خاطر راش همینه. ولی ایمیل منم خیلی راحتی قابل دسترسی است، اگر به سایت دانشگاه استنفورد برن به ایمیل من قابل اونجا دسترسی پیدا میکنن. ایمیل من هست amilani یک کلمه at stanford.edu. amilani سر هم. بله. بعد آقای دکتر at دانشگاه استنفورد، استنفورد stanford نقطه edu. من واقعا ایدیوش خیلی مهمه آخرش بذارن، نه ایدیوش نه بدون ایدیو education. بله تمام دانشگاه های آمریکا آخرش ایدیو داره، معمولا دوم درست قبل از ایدیو اسم دانشگاه است، گاهی مخفف دانشگاه است، در مورد ما کامرش است. من سعی میکنم همه ایمیلامو جواب بدم، ولی ایمیل هایی که در مورد بورس اینا میاد من به اختصار به همه میگم که باید مراجعه بکنید به بعضی. فکر میکنن شما میتونین پارتیشون بشید. ما پارتی نمیشیم. تمام سعی ما در واقعا و فکر میکنم من الان از روز اولی که این بورس را افتاده من این بخت داشتم که تو هیئت چیز باشم. واقعا من سراغ ندارم یک نفر که با پارتی بازی بورس گرفته باشه، و معمولا هم اگه کسی سعی کنه پارتی بازی بکنه اون به ضرر اون دانشجو تمام میشه، چون اون کسی که مثلا باش تماس گرفتن میگه که با من چنین تماسی گرفته شده، من حاضر نیستم در این شرکت بکنم، و اون انعکاس بدی داره در مورد اون پرونده. یعنی اگه یه پرونده دانشجویی باشه که ما فکر کنیم این دارن سعی میکنن نه از طریق واقعا امتیاز علمی بلکه پارتی این بورس رو بگیرن، اون کارش خرابه. نه خب نمیشه بعد دانشجو رو به خاطر مثلا رفتار مادرش یا عمش یا داییش تنبیه کرد، دانشجو رو به این خاطر حذف نمیکنیم، ولی کمکی به کار اون دانشجو نمیکنه. و واقعا بهتون میگم ما چند نفر هستیم که تو این کمیته هستیم، همه پرونده ها رو همه با یه دقت عجیبی میخونن، نامه ها رو میخونن، میشینیم چند ساعت بحث میکنیم که بهترین ها رو پیدا کنیم. الان 15 سال میشه آقای دکتر، نه؟ الان من یادم اولین بار تو برنامه خود من گفتین. بله الان نزدیک به 15 از الان بالای 300 دانشجو داریم که بورس گرفتن از ما و فارغ التحصیل شدن و اولین برای دوره لیسانس آقای دکتر. بله ما دوره 4 ساله لیسانس، 4 ساله لیسانس. ولی الان بعضی از دانشجوهامون دکتر شدن، جراح شدن، ماشاءالله وکیل شدن، معمار شدن، طراح شدن، و دارن یکی یکی برمیگردن به ما کمک میکنن، سفیر ما میشن در جاهای دیگه. یعنی واقعا بایستی یه شرایطی فراهم بشه که هیچ دانشجوی ایرانی که این شرایط داره، استعداد رو داره، میخواد بهتر بکنه خودشو زندگیشو، ما اگر نتونیم مثلا چند هزار دلار بهش کمک کنیم که این مجبور نشه شبانه روز مثلا کار گل بکنه، ظرفشویی بکنه. ظرفشویی چیز نیست، من تمام دوران دانشجویی خودم ظرفشویی نکردم، ولی تو رستوران کار کردم، افتخارم میکنم بهش، هیچم چیز ندارم. کار اصلا برای من هر نوع کاری افتخاره. ولی اگر اون زمان یه بورسی بود، یا الان بعضی از این دانشجویانی که از ما بورس میگیرن وقتی که زندگی فعلیشون رو مینویسن که چجوری خودشون، مادرشون، پدرشون کار میکنن، با چه زحمتی بعدی سعی میکنن این پول در بیارن، اون وقت اینکه ما بتونیم یه جامعه به این ثروتمندی داشته باشیم و نتونیم به هم کمک بکنیم، خب خیلی آیده. که من میخواستم یه سوالی بکنم درباره خانم حریری. خانم حریری با ثروت خودشون این کار رو آغاز کردن؟
خانم حریری در آغاز تقریبا تمام چیزش رو از در آغاز خودشون میدادن. بعد خانم حریری یه خانم خیلی موفقی هستن، از یه خانواده خیلی موفق در ایران، سادات تهرانی میان، پدر بزرگشون سادات تهرانیه که استارلایت رو داشت که حالا پر شده. استارلایت که میده این دسته کی افتاد؟ بله گفتم ملا خور شده دیگه. البته اون طلبکارم هست، منم فوش داده که این چرا گفته که من هویدا رو کشتم، من نکشتم. آره بله. ولی حالا اون به عهده خودش، ولی در آغاز خانم حریری این کار رو همش رو تیز میکرد، ولی به تدریج شروع کردیم به اینکه گسترش دادیم. این امسال مثلا در یه مهمانی که دی زیادی آمدن چیزی نزدیک به بالای 200,000 دلار ما در اون مهمانی تونستیم جمع بکنیم. و میگم تفاهم ما با خانوم و یه هیئت، یه هیئتی است که کارهای مالی رو انجام میده، این است که اگر دانشجو بیشتر از پول بود میریم پول رو یه جوری تأمین میکنیم. و نکته دیگه هم اینه که کسانی که میتونن کمک بکنن به ISF میتونن برن در همین سایت کمک بکنن، 100% پولی که شما میدید میره به بورس. یعنی هیچ کدوم از ما که در ISF کار میکنیم 10 شاهی هرگز دریافت نکردیم. مهمونی هم که میشه تمام 100% مخارجش رو خانم حریری میدن، و همین خاطر 100% پولی که شما کمک بکنید به ISF میره به دانشجو. در مورد افغان ها، منید وقتی که افغان ها به اصفهان حمله کردن، تاریخ حمله افغان ها به اصفهان رو اگر شما ملاحظه بکنید میبینید که به عنوان کسی که آمده بخشی از مملکتش رو گرفته با اصفهان برخورد نکردن، به عنوان یک دولت مهاجم و در واقع یک ارتش متخاصم حمله کردن. شرح بعضی از ویرانی هایی که در اصفهان در کتابخانه های اصفهان ایجاد کردن، یک کشیش ارمنی در مورد این گزارش های تکون دهنده ای نوشته، گریه‌آور واقعا، گریه‌آوره. یعنی اینها اگر خودشون رو ایرانی میدونستن و چنین بلایی بر سر مجموعه اسناد صفویه ایجاد کردن، بر سر بعضی از مهمترین اماکن قدیمی اونجا ایجاد کردن، سوزوندن اینها، اجسادی که در رودخونه چیز بود، من از اون بابت چیز کردم. و به هر حال یعنی حرف دوست عزیز ما حتما درسته، بسیاری از مفاخر بزرگ فرهنگ و زبان ما در سرزمینی زندگی میکردن که الان جز به افغانستانه، و من به هیچ وجه منظورم نادیده گرفتن این سهم مهم نیست، ولی وقتی که اونها می آمدن، و اتفاقا آمدنشون هم، این رو هم بگم، وقتی آمدنشون تا حد زیادی به خاطر کج‌فهمی و کج‌تابی برخی از سلاطین صفوی بود که با محمد باقر مجلسی و این اصطلاح اخباریون جدیدی که در دربار صفوی حاکم شده بودند، مجلسی به خصوص، دو تا مجلسی پدر و پسر، و یک نفوذ شگفت‌انگیز بدی در سیاست داشتند، و به خصوص در بدرفتاری با اهل تسنن. یعنی همون برنامه که الان می‌بینیم در ایران با اهل تسنن میشه، همون رفتاری که الان میشه که در تهران یک مسجد اهل تسنن وجود نداره، یک مسجد اجازه نمیدن در بقیه کشور ساخته بشه، فشارهایی که به اینها گذاشته میشه. من یکی از دانشجوهای استنفورد بهم چند وقت پیش میگفت، باورم نمیشد، من داستانی که میگفت برای ورود به مدارس، حتی برای ورود، برای رفتن به بیمارستان از شما میپرسن که مذهبتون رو بگید، و در درون مذهب باید بگید که اهل تشیع هستید یا اهل تسنن هستید. این نوع تنگ نظری ها، این نوع فشار ها در اون زمان سنی های افغانستان رو به حق عصبانی کرد و حمله کرد. در مورد سوالی که در مورد شیخ خزعل بود، بدون شک شیخ خزعل دست نشانده و دست پرورده انگلیس بود.
و انگلستان هم همواره مایل بود که اون رو یه جوری و خوزستان رو اصولا یه جوری در یک حالتی نگه داره که اگر یک دولت مرکزی ناسیونالیستی اومد و فکر بیرون کردن انگلستان داشته باشه اونا بتونن خوزستان از ایران جدا بکنن و یه مقدار هم در آغاز سعی کردن که رأی رضاخان رو وقتی که رضا شیخ خزعل رو در آغاز رفتن به طرفش رضا شاه هنوز رضاخان بود و زاهدی رو فرستاد تیمسار زاهدی رفت کسی بود که با ارتش میره به طرف اینکه شیخ خزعل رو خل سلاح بکنه و شیخ خزعل هم نیروی خیلی وسیعی در اونجا داشت و کاملا تو اسناد میشه دید که برخورد تندی است و انگلستان نگرانه ولی در این حال انگلستان به گمان من در اون زمان یعنی 1922-25 به این نتیجه رسیده که دیگه تضعیف دولت مرکزی اونچنان که مثلا در دوران احمدشاه سیاستش بود به نفعش نیست، نگران این بودن که ایران ممکنه تجزیه بشه، به نفع شوروی ها تجزیه بشه، یه قدرت مرکزی مثل رضا شاه رو دیگه اونقدر مغایر منافع خودشون نمیدیدن. به نظر من اسناد بسیار گویای این هستن که رضا خان و رضا شاه سر قضیه خزعل با انگلیس ها اتفاقا خیلی اختلاف نظر داشتن. نکته ای که خیلی جالبه، من همین وقتی که منزل آقای زاهدی رفتم برای این اسناد یک کتابی اونجا بود گرفتم خوندم، این بخشی از کتابی است که آقای دکتر نهاوندی نوشتن در مورد سه شخصیت، این بخش مربوط به خود تیمسار زاهدیه و اون قسمت اولش در مورد این مسئله شیخ خزعله. اونجا حرفای خیلی جالبی میزنن، اسناد شما اونجا ندیدم، حتما بدون سند و مدرک دکتر نهاوندی حرف نزده، ولی اونجا میگه که وقتی که زاهدی میره به طرف این که شیخ خزعل و خل سلاح بکنه نه تنها انگلیس ها تحریک میکردن که خزعل بمونه، کمکش میکردن، تسلیحش میکردن، بلکه دو گروه مختلف هم داشتن سعی میکردن با او بسازن علیه رضا خان. یکی قاجار بودن، هم ولیعهد و هم به این روایت احمدشاه. من میگم خود من این اسناد رو ندیدم، از کتاب آقای نهاوندی نقل بکنم. و دو یه ادعای دیگه ای که میکنه در کتاب که خیلی ادعای عجیبی است و ادعای قابل تعاملی است، باید رفت دید که اسنادش کجاست، حتما میگم دوباره ایشون مستند حتما حرف زدن، که مدرس هم با خزعل تماس و اینکه هر دو اینها یعنی هم مدرس نگران قدرت یابی رضاخان بودن، هم قاجار، هم ولیعهدش، هم احمدشاه، و اگر اینها باشه اون وقت پیچیدگی اون وضع و از اون زمان به گمان من یک کمی بیشتر روشن میشه و این میدونید همونطوری که شما گفتید این قضاوت‌های افواهی که یه چیزایی رو شنیدیم و به عنوان وحی منزل قبولش میکنیم که مثلا رضاخان نوکر انگلیسا بوده، انگلیسا آوردن. خب آقای غنی کتاب خیلی دقیق نوشته در مورد اینکه چقدر انگلیس‌ها تردید داشتن، چقدر نگران رضا خان بودن. اسم کتابشون چیه آقای دکتر؟ برآمدن رضا شاه و قاجار، تاریخ چیزی به این مضمون. خیلی کتاب دیدید به همش هم تقریبا بر اساس اسناد انگلیس‌هاست، یعنی در واقع موضع انگلستان در مورد ماجرا رو روشن میکنه. خیلی ممنونم آقای دکتر میلانی. عرض کنم که میخواستم یه سوال روز ازتون بکنم و اون این است که در یک تحلیلی دیدم عنوانش هست نشستن رهبری میان دو منبر رهبری، نشستن رهبر میان دو منبر رهبری. بعد در اونجا اشاره کرده به اینکه در جریان شفای عزاداری در خانه رهبر عده‌ای از بسیجی‌ها یا طرفداران حسینیان یا مصباح یزدی، سردار نقدی و حسین شریعت مداری
و سردار جوانی و بقیه این طیف، اینها علیه رئیس مجلس در مجلس عزاداری شروع به فریاد کشیدن و شعارهایی رو بر زبان راندن کردن. خواص بی بصیرت مایه ننگ ملت، اماننامه برجام تلاش بی سرانجام. تو خونه رهبری که گفته برجام خوبه، مرگ بر منافق و هیئات و هیئات ببخشید هیئات من الذله. در اینجا البته خیلی مفصل نوشته، ولی واقعا نتیجه گیریش این است که رهبر خودش سعی میکنه که نه موافق باشه نه مخالف. به گفته یکی از بزرگان ایران، مخافق خودشو نشون میده، مخافق. شما همچین برداشتی دارین آقای دکتر؟ بله، من اون کلمه رو نشنیده بودم، ولی کلمه بسیار برجایی است برای این برجام، و متاسفانه یا خوشبختانه نمیشه، یعنی اون کاری که ایشون سعی دارن میکنن انجام بشه در عمل میبینیم که نمیشه دیگه. یعنی شما نمیشه هم برجام رو بگید من میپذیرم، همین رئیس چند جور سخنرانی کرده در این باره، بله، و بعد رئیس مجلس بگه که این قرارداد، این توافق در واقع توافق رهبره، همه ظریف گفته، روحانی گفته که در همه مراحل با ایشون نظارت داشتن. مگه میشه نکرد؟ حتما نمیشه، ولی در این حال اون وقت نمیشه بعد از اینکه توافق انجام شده زیر نظر خود شما و نخست رئیس جمهور هم گفته، وزیر امور خارجه گفته، رئیس مجلس هم گفته، بعد برای اینکه دلواپسان رو کمتر دلواپس بکنید شرطهای تازه‌ای برش بذارید. مگه اگر آمریکا این کارو بکنه آقای خامنه‌ای رو برمیتابه، حالا مثلا رئیس جمهور بعدی آمریکا یا خود اوباما، بگه ما اینو امضا کردیم ولی 9 شرط دیگه هم داریم که باید اگه اینا اجرا نشه ما تحریم‌ها رو تعلیق نمی‌کنیم. خب میخندن به اوباما، میگن دولتت تصویب کرده، حالا بعد از ماجرا می‌خوای شرایط جدید بذاری؟ شدنی نیست. مثل که یه چیزایی مصرف میکنه به نظر من. والا من نمیدونم، من فکر میکنم که اونو خبر ندارم، ولی من فکر میکنم که منم گوشی هم من فکر میکنم مسئله این است که یک بام و دو هوا نمیشه. یعنی شما نمیتونید بیایید تمام تلاشتون رو بکنید و حتی قبل از اینکه روحانی بیاد این مذاکرات رو شروع بکنی، بعد که مذاکرات انجام شد بگید نه من نمیخواستم. چون با اینکه اکثریت مردم، یعنی شگفت انگیز برای من اینه، خب تمام شواهد نشون میده اکثریت عظیمی از مردم ایران موافق این هستن که این ماجرا تموم بشه، این تحریما تموم بشه، این برنامه اتمی یه جوری سرتاش به هم بیاد. یعنی واقعا اینا بعد از 35 سال عملا برنامه اتمی رو دارن برمیگردونن به سالهای خیلی قبل دیگه، 5000 تا 6000 تا سانتریفیوژ و 330 کیلو اورانیوم غنی شده 35%. واقعا اگه این بود، اگه خواستیم بود، این 7 سال پیش آقای جلیلی واقعا از معدود مواردی است که به نظر من حرف حق زد، گفت اگه اینا رو آوانس‌ها رو می‌خواستیم بدین خب بدین، من میدادم، من قرارداد امضا میکردم، چرا آمدید بدید آقای ظریف امضا بکنه؟ حرفش اونه، دلواپس ها یه مقداری چیز اونند. آقای خامنه‌ای به نظر من هم میخواد قرارداد تصویب بشه، تحریم ها برداشته بشه، هم به نام اون نباشه، به نام اون نباشه، ولی دستاورداش به کام ایشون باشه و به کام طرفدارانشون. بله آقای دکتر، این خانم فرزانه روستایی یه مطلبی نوشته، نمیدونم با تو مطرح کردم یا نه، بر امام حسین بگریم یا بر مردم ایران، و در اونجا دو سه تا نکته گفته. چرا ما نسبت به امور زندگی مردم ایران و آنچه بر ندارترین و محرومترین مسلمانان ایران گذشته و میگذرد
نگران نباشیم. بعد خلاصه میگه که امام حسین در واقع به خاطر بسیار از این مظالمی که بر مردم میرفت قیام کرد. آنچه امام حسین از آن میترسید و برای مقابله با آن دار و ندار خود را هزینه کرد، امروز در خیابانهای تهران و شهرهای بزرگ ایران جریان دارد و همه به آن عادت کردند. پس اگر بدن فروشی زنان ندار و بی پشتیبان و بی همسر آخرین ممر درآمد اقشاری از مردم ایران است، به جای اشک ریختن در ماه محرم برای آشورایان 1400 سال پیش، باید بر مردمانی اشک ریخت که در هیچ معادله اجتماعی و اقتصادی به حساب نمی آیند و تنها سرمایه و کالای قابل عرضه آنها در این آشفته بازار بدن آنهاست که فروخته یا با بیماری های مقاربتی مستهلک می شود. بعد یه اشاره هم ایشون کردن، میگن 9% این زنان به اجبار شوهر کردن، 18% به اجبار، معذرت میخوام، 9% این زنان به اجبار شوهر بدن فروشی میکنن، 18%شون به اجبار پدر برای اولین بار فحشا رو آغاز کردن. ببین با فرهنگ ایران چقدر فاصله داره این حرفا. بعد علاوه بر این زنان، 9% از مردان ایرانی و 18% از پدران مشکلی با این ندارند که زنان یا دخترانشان با خودفروشی کمک خرج خانواده باشند. 70% این زنان فقط 5 سال از این کار شدند و از 18 تا 19 سالگی بدن فروشی را آغاز کردند. 14% این زنان فوق دیپلم و لیسانسند، چون با 300 تاشون مصاحبه شده، که نشان از تغییر تقریبا همه معیارهایی دارد که ایرانیان تاکنون به آن عادت داشتند. 11% این زنان ازدواج کرده بودند، 42% مجرد، 39% مطلقه، 4% بیوه بودند. مشتریان این زنان اغلب مردان 30 تا 50 ساله بودند که نیمی از آنها همسر دارند. 37% آنها تحصیلات عالی دارند. 80% شاغلند و 44% از مشتریان از اقشار پردرآمد هستند. واقعا بر امام حسین دیگه نباید گریه کرد. بله واقعا تکون دهنده است. بله که تکون دهنده است. ولی خب این از لحاظ تاریخی نگاه بکنید، در خیلی از جوامع وقتی که فقر هم هست، خیلی از این نابرابری ها هست، گریه کردن بر اتفاقات دینی، بر شخصیت های دینی بخشی از راه مداوای این فشار هاست. یعنی جامعه رو به این طرف سوق میدن. در قرون وسطا وقتی که فقر فراوان بود، خیلی از شبیه به همین مناسکی که ما در اینجا میبینیم در اونجا رایج بود و این نوع افراط در بعضی از نوع برخوردها در اون زمان هم دیده میشه. ولی واقعا ارقامی که آدم میخونه از برخی از خود مقامات رژیم در مورد همین فحشا، در مورد اعتیاد، در مورد ارتشا، رشوه‌خواری، در مورد آیده که روزنامه دولت، روزنامه ایران تیت زده حاشیه برخی خیابان‌های تهران شب‌ها شلوغ‌تر از روزهاست. بله. از این بدتر امکان داره؟ بله. بفهم. متاسفانه همینطوره، برای اینکه یعنی یه دورانی است، یه دوران بسیار پر التهابی است در جامعه، فقر و نابرابری شدید از یه طرف، ارتشاء و فساد واقعاً افسانه‌ای از طرف دیگه، از یه طرف ارقام نجومی، واقعا ارقام نجومی، یه دی تو خیابون میخوابند، یه دی تنفروشی میکنند، وقتی یه دی پارک ماشینشون رو با آسانسور میبرند طبقه ششم آپارتمانشون در خیابون فرشته که در سطح هفتمشون، وقتی یه استخر ساختن. اصلا داستانهای آدم از این نابرابری هایی میشنوه از رژیمی که
آمد بر این اساس که ما میخواییم نابرابری ها رو عدالت رو برقرار کنیم، عدالت رو برقرار بکنیم، پابرهنه ها رو از پابرهنگی نجات بدیم. و ابعاد این ماجرا، ابعاد این نابرابری ها، ابعاد این فساد واقعا غم انگیزه. تنها راه این که آدم ناامید نشه اینه که فکر میکنه جامعه ایران و این نسل جدید با اینکه الان با این مسائل دارن مقابله و مبارزه میکنن ولی یه جوری راه نجات هم پیدا میکنن. ما هر شب اینجا پنجشنبه شب در استنفورد یه سخنرانی داشتیم، یک نقاش ایرانی به اسم افشین نقونی. بله فرموده بودید. ما یه فیلم زندگیشو نشون دادیم و بعد باش صحبت کردیم. کسانی که در جمع بودن، اتاق خیلی پر بود، ازش استقبال خیلی به حق، استقبالش خیلی شایانی شد. این جوونی است که از طبقه ششم وقتی که داره سعی میکنه از پاسدارا حمله میکنن به خونه ای که این درش بوده مهمونی، از طبقه ششم میفته و قطع نخوا میشه و الان چند ساله که تو چرخ زندگی میکنه و میاد به انگلستان و به رغم این گرفتاری میره 6 ماه در یه جایی که یاد بگیره چجوری با این چرخ زندگیشو عادی بکنه و الان برگشته به اون زندگی قبل از سقوطش. قبل از سقوط نقاش خیلی معتبری بوده، نمایشگاه در تهران داشته، الان شده یکی از نقاشای خیلی معتبر انگلستان، کاراش داره خیلی خوب فروش میره، در موردش نقدهای خیلی خوبی نوشته شده. انقدر این جوان با روحی است، انقدر این جوان فرهیخته است، انقدر میدونید یک روح سرکشی داره و میگه من نمیذارم که اون اتفاق سرنوشت منو برای بقیه عمرم رقم بزنه. من نقاش بودم، حالا هم نقاش میشم، حالا هم نقاشی شدم که شاید بهتر از دوران قبلشه. یه جوری سرنوشت افشین نقونی تمثیل این نسل جوانه. یه افتی شده، تمام فشارها علیهشون اومده، بیکاری در صدشون در اونقدر زیاده، مورد زنان تحصیل کرده بیکاری دو برابر بقیهشون، تمام قوانین ضد زن در جامعه علیهشون عمل میکنه ولی اجازه نمیدن این عوامل بازشون بداره و هر روز یک افق تازه ایجاد میکنن، هر روز یک موفقیت تازه ایجاد میکنن. و واقعا در پایان برنامه همه توی اون جلسه احساس میکردن که اگر این میتونه از رو چرخ یه چنین نقاشی های شگفت‌انگیزی ایجاد بکنه، جامعه ایران هم به گمان من از این مهلکی که الان بهش دوچاره و از این مفسدهی که بهش دوچاره میتونه خلاص بشه، حتما خلاص بشه. آقای دکتر 2-3 دقیقه وقت داریم، یه خبری من خواندم، آقای صالحی معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار نظر کرده که تیراژ کتاب در 6 ماه اول امسال نسبت به سال گذشته 12% کاهش داشته است. او گفت پایین آمدن تیراژ کتاب ها زنگ هشدار برای کسانی است که به این فرهنگ تعلق دارن. البته من فکر نمی‌کنم خودش اصلا بدون فرهنگ چیه. اولا 12% میگن نسبت به 6 ماه پیش. شما ارقام 6 ماه پیش رو نگاه بکنید، تیراژ متوسط کتاب رو نگاه بکنید، شرم‌آوره. تیراژ متوسط کتاب در دوران مثلا آخر شاه از 3000 تا کمتر، دیگه کمتر کتاب بود. بله 3000 تا. 3000 تا بود. 5000 تا رایج‌ترش بود. الان متوسطش 500 تاست. جمعیت ایران دو برابر شده. تعداد باسوادا هیچ برابر شده. تعداد تیراژ کتاب ها ببینید چقدر پایین اومده، به خاطر اینه که سانسور هست، به خاطر اینه که اون چی که مردم میخوان بخونن اینا نمیذارن و اون چی که اینا میخوان بذارن مردم کمتر بخوندن شغب رغبت دارن. آقای دکتر خیلی ممنونم ازتون، ببخشید وقتمون به پایان رسیده، ناگزیرم ازتون خداحافظی کنم، موفق باشید و منتظریم که درباره اون آرشیو بیشتر صحبت بفرمایید. شب و روزتون خوش و شب و روز همیهنانی که به این برنامه توجه کردند و به برنامه‌های دیگر این تلویزیون هم خوش.